سرخط خبرها. برگزاری جرگی آزاد در مورد پروسه صلح در ولایت بامیان. وزارت تحصیلات عالی برای دختران رباتساز بورسیه تحصیلی فراهم میکند. شناسایی 145 بیمار جدید و مرگ 13 نفر در یک شبانه روز گذشته در کشور. و به ارزش 10 میلیون دلار پروژه آموزش های فنی و حرفه‌ای در انستیتوت افغان کوریا گشایش یافت. سلام، وقتتان بخیر. با خبر امروز شنبه هفته ثور 1400 از تلویزیون بامیان خوش آمدید. مشروع خبرها. انستیتوت صلح کابل امروز شنبه هفته ثور جرگه آزاد را در مورد پروسه صلح در بامیان برگزار کرد. حبیب الله قاضی زاده مسئول برنامه های ولایتی انستیتوت صلح کابل هدف از این جرگه را جمع آوری نظریات و پیشنهادات مردم درباره صلح عنوان نمود. آقای قاضی زاده میگوید که انستیتوت صلح کابل این برنامه را در 5 زون کشور، زون مرکزی ولایت بامیان، زون جنوب قندهار، زون غرب نمروز، زون شمال بلخ و زون شرق لغمان برگزار نموده است و خاطر نشان نمود مردم افغانستان در این جرگه خواهان ختم جنگ، ختم خونریزی و تامین صلح عادلانه یا پایدار و همشمول می باشد و علاوه نمود انستیتوت صلح کابل تمام پیشنهادات مردم را برای هدف های مذاکره کننده یا صلح به صورت درستشان می رسانند و خاطر نشان نمود نگرانی مردم افغانستان از پروسه صلح، نبود آتش بس، تندرویی در گفتگوهای صلح، نبود آجنده صلح، نداشتن نماینده مردم عام، نداشتن نماینده همه اقوام بیشتر نگرانی مردم در حساب می آید. شماری از بانوان می گویند که ما زنان از جامعه جهانی می خواهیم از روند صلح افغانستان نظارت دوامدار داشته باشند. دستاوردهای زنان در سالهای اخیر حفظ گردد و همچنین بعد از توافق صلح تداوم روند توسعه و آبادانی افغانستان و حفظ حقوق زنان، اقلیت‌ها و آزادی‌های مردم افغانستان به ویژه زنان تضمین گردد و از دولت افغانستان خواست نمایندگی 50% از زنان افغانستان را در روند صلح و ترکیب هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان تامین کنند و به حضور سمبولیک زنان در این روند پایان دهد. وزارت تحصیلات عالی اعلام کرده است که این وزارت در نظر دارد برای حمایت از دختران رباتساز بورسیه های تحصیلی فراهم کند. این وزارت روز سه‌شنبه هفتم ثور در اعلامیه گفته است که عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی با دختران رباتساز دیدار کرده است. آقای بصیر تم رباتسازان را افتخار کشور خوانده و گفته است که وزارت تحصیلات عالی برنامه حمایت از نخبگان و دانشجویان مبتکر را در سطح نهادهای تحصیلات عالی روی دست دارد و به همین منظور مراکز خلاقیت و نوآوری را در دانشگاه های کشور ایجاد کرده است. از سوی دیگر این دختران رباتساز که در حال حاضر از دوره تعلیمات ثانویه صنف 12 فارغ شدند از وزارت تحصیلات عالی خواستار بورسیه در بیرون از کشور شدند. آقای بصیر نیز به درخواست آنان موافقت کرده و اطمینان داده است که در یکی از کشورهایی که در عرصه تکنولوژی پیشتاز است زمینه تحصیلشان را فراهم میکنند. کوثر روشن، ساغر صالحی، لیدا عزیزی و فاطمه قادریان از اعضای تیم دختران رباتساز اند که در مسابقات سال 1396 خورشیدی در واشنگتن به مدال نقره دست یافته است. وزارت صحت اعلام کرده است که در جریان 24 ساعت گذشته 145 نفر در کشور به ویروس کرونا مبتلا شده اند. در اعلامیه که روز سه‌شنبه هفته ثور از سوی وزارت صحت نشر شده آمده است که این تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ولایت‌های کابل، قندهار، بلخ، ننگرهار، تخار، بغلان، کندوز، پکتیا، پروان، بامیان، میدانوردک، بدخشان، کاپیسا، غزنی، کنر، لغمان، پنجشیر، زابل، غور، خوست و پکتیکا شناسایی شده اند. وزارت صحت گفته است که با ثبت این موارد شمار مجموع مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 59370 نفر رسیده است. این وزارت افزوده است که در جریان 24 ساعت گذشته 13 نفر جان باختند و شمار جان باختگان ناشی از این ویروس به 2611 نفر رسیده است. بر اساس اعلامیه در یک شبانه روز گذشته 274 فرد مبتلا به ویروس کرونا بهبود یافتند و شمار بهبود یافتگان به این ویروس به 52794 نفر رسیده است.
و خبر اخرین که مسئولان انستیتوت فنی و حرفه‌ای افغان کوریا از گشایش بزرگترین پروژه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای زیر نام مرکز ملی برتر در این نهاد آموزشی خبر می‌دهند. میرجلال‌الدین هاشم رئیس انستیتوت فنی و حرفه‌ای افغان کوریا می‌گوید که ارزش این پروژه به 10 میلیون دلار می‌رسد و این پول در بخش ارتقای ظرفیت معلمان، رشد نصاب آموزشی دانشجویان، ارزیابی بازار کار کشور و خرید تجهیزات به این مرکز هزینه می‌شود. رئیس انستیتوت فنی و حرفه‌ای افغان کوریا نیز بیان می‌کند که این پول از سوی کره جنوبی و یونسکو یا نهاد آموزشی سازمان ملل متحد در افغانستان در اختیار انستیتوت فنی و حرفه‌ای افغان کوریا قرار می‌گیرد و انتظار می‌رود حکومت زمینه تطبیق این پروژه را فراهم کند. چوی تیهو سفیر کره جنوبی در افغانستان در مراسم گشایش پروژه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مرکز ملی برتر می‌گوید که بخش قابل ملاحظه این پول باید برای رشد نصاب آموزشی ارتقای ظرفیت نهاد هزینه شود. این در حالی است که جوردن نیدو نماینده یونسکو بیان می‌کند که با وجود تمام تلاش‌ها هنوز هم فرصت‌های آموزشی برای شهروندان این کشور به ویژه زنان فراهم نشده است. به گفته او با آنکه 70% جمعیت افغانستان شامل نیروی کار این کشور می‌شود، اما زمینه کاری برای این قشر مساعد نیست و این امر سبب ایجاد مشکلات شده است. تشکر و سپاس از توجه و همراهیتان. این بود سرویس خبری امروز که تقدیمتان شد. تا سرویس خبری دیگر، خدا نگهدار. سلام پدر. علیکم سلام. حوالی لندن رسید؟ بله خیر ببینی دخترم، بسیار در وقت کم. به خاطر که این دفعه از طریق صرافی برادران سروری فرستادم. در جاهای دیگر هم حواله میکند؟ بله، تمام شهرهای افغانستان و حتی کشورهای دیگر. بسیار خوب، بسیار خوب. صرافی برادران سروری انتقال پولتان را در کمتر از 24 ساعت از لندن به افغانستان و کشورهای دیگر فراهم می‌سازد. با ما در تماس شوید. 2044 20 82 57 35 و 47